Sakar Reis'e Reis'e atıyor dövüzü. Şiş bu از اونجایی که هری کین یکی از بدشانس‌ترین بازیکن‌های جهان میتونه باشه، حتی یک بازیکن پیش پا افتاده تو ایران هم به قهرمانی رسیده تو ایران، ولی تو کریرش هری کین جام ندیده بچه ها. سلام بر بکس یوتیوب، خوش اومدید به چرخایتون. امیر ریسن هستم، خوش اومدید به این بار. ریسن اومده به جای هری کین و هری کین رو با لگد انداختیمش بیرون و امیر رئیس نوک حمله تیم ملی انگلستانه که ببینیم آیا اونا میتونن در یورو به قهرمانی برسن. تیم انگلیس بچه ها در دو دوره گذشته یورو دو بار به فینال رفت، یه بار از ایتالیا و یه بار هم از اسپانیا شکست خورد. حالا ایتالیاشو نمیتونم بگم خیلی ایتالیا بعد قهرمان شد، ولی اسپانیا واقعا حقش بود. بریم با هم داشته باشیم ببینیم ریسن اگه انگلیسی باشه و نوک حمله تیم ملی انگلستان باشه، آیا این تیم میتونه به نتیجه برسه؟ آیا باگ و تلز هری کینه؟ بریم سراغ مسابقات، لتس گو. خب بچه، همینطور که میبینید الان در حال حاضر این گروه بندی یورو ما شده. بریم جلوتر داستان یورو و اون تیزرا یورو رو میبینیم. جاردان شکیری ببین شقیری هم میگن. بریم اول مسابقه انگلستاند اند کروات، کرواسی که دیگه ما احتمال زیاد و تمام شدنی باید بدونیم داستان مودریچو. بچه ها الان رئیس نوک حمله است و کاپیتان تیمم هست. بریم ببینیم که با این تیم چیکار میکنیم در این مسابقات یورو. اونورم که لوکا مادریچ، همه بازیکن ها هستن، مارسلو برزویچ. بریم سراغ این مسابقه، بریم ببینیم که انگلستان میخواد چیکار بکنه. ریسن میتونه حتی آقای گل بشه توی مسابقات با قد 187 تا 90 نگرفتم قد دمو خیلی وقته. وای داره نگاه کنید، داره انگار زلزله میاد بچا، با پام دارم میزنم انگار داره زلزله میاد. او انگلستان کرواسی، کرواسی که چقدر لباسمون شبیه، کرواسی که فوتبال رو میشناسه بچه‌ها و واقعا مربیای خوبی ما از این کشور دیدیم. فرصت بازیکنان تیم ملی کرواسی انگلستان رو جلوی خودشون میبینن. فرصت رو به جلو، آفساید. چیه این مسکل مسکلا؟ بیاد پایین. ها ریسن داداش یه ذره محکم. آه بچه سیس رو نگاه کنید، سیس کاملا انگلیسیه. ببینید آه ریسن پاتلایی سرور تیم مایی، هری کین، هری کین. بچه ببینید، حس میگم هری ها تو فوتبال نمیتونن موفق شن. هری مگوایر یا هری کین، هیچ کدوم. بلینگام، فرصت، ساکا، بلینگام، فوک، عالی گرفته. ریسن پاس اپا این فیل فودت فودل و در ضربه که میزانه اینجوری بازیکن با لول بالا فیل فودل، رئیسنی که خودش هم جوونه مثل فیل، ولی فیل کجا و رئیسن کجا؟ فیل گنده تره، بشینه خفه میشی. چرا باید بشین اصلا؟ فیل من واقعا بازی این پسر دوست دارم. فیل فودل فرصت پایین، این ضربه گل دو تو کرج میکنم 400 تورو پول ببین چی میشه. توی صندلیم گیر کرد. بلینگام میاد میزنه زیر بغلای رئیسن رو میارتش بالا. یکی پسر تو الگوم رئیسن بوده. تمام لسن یو، این ضربه برو باری کل آقای یورم پیکور. بلینگام تو برو اینجا، آقای پالمر رو میخوام بیارم تو بچه. ایوان تونی هم داریم واسه نوک حمله که میخوام بیارمش به جای برادر ساکا. بریم بیخیال نیستیم. کرواسی جوردن پیکفور، ایوان پریشیچ، این ضربه بیرون. تیم ما خیلی درجه یک داره بازی میکنه، دقیقا مثل همین یورو داره جن میزنه وزی جاها رو. ریسن زده حمله تک به تک، وای این ضربه، مرسی جوردن پیکفور، تموم میشه دوهش با دو گل ریسن. خب همگروهیامون چک و اسکاتلند هم که اسکاتلند چکو زده، فکر نمیکردم یه اتفاق بیفته، گفتم چک شاید قوی تر باشه. خب بازی دوم در مقابل تیم ملی اسکاتلند رو داریم. فیل فودن برادر خسته است و آقای پالمر میتونه اینجا بازی کنه، خیلی ضعیف میشه پالمر. ایوان تونی رو میذارم اینجا، میخوام اینجا پالمر رو میذارم اینجا، شاید بتونه پاس بده یه ذره. بریم به سراغ مسابقه رئیسن در نوک حمله یا تیم ملی اسکات انگلیس در مقابل اسکاتلند هستش.
بله من بله امیرحسین هستم من و امیدوارم که تیم ما بتونه بدرخشه، تیم ملی انگلستان، و بتونیم که مردم خودمون خوشحال کنیم. رئیسن رو میبینیم که جلوی ایستاده به عنوان کپتن. رئیسن با سن پایین کاپیتانی رو دستش گرفته چون رهبر خوبیه. رئیسن پاس زربه تونی، ایران تونی فرصت به پایین رو بزن و رئیسن تیرک. وای چقدر این اسطوره است. این بعد علیدایی اسطوره نداشتیم ما. ایرانی که نیستم. ای چی داریم علیدایی، یعنی بعد از مثلا وین رونی. فرصت که بشود تو تیرک زدم بچه ها، تو تیرک. تریپیر پاس ریسن، تریپیر برمیگرده این سم. دیوید پالمر، کول پالمر. دیوید کیه؟ این سم تریپیر، جود بلینگام. این ضربه نه نیمه اول. برای نیمه دوم من برمیگردونم فودنو، اسم میکنم جنازه فودنم بهتر بازی میکنه. نیمه دوم شروع میشه، انگلستان به دنبال پیروزی است. کنترلر ریسن، این ضربه یا اولفز، یا اولفز فرصت. وای 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 تیرکمون یکشو جواب دادن. فرصت به بیرونی جلو می آلبوم پر از بچه گیم و کب زر سره شلوخ ولی آروم تو عکس. چی بگم من واقعا، چی بگم؟ اسکاتلن گل زد. ریسن بلینگام، جود بلینگام. نمیخواد به باز انگلستان بلینگام. پاس گل ریسن. تا الان دو گل یک پاس گل، دو گل یک پاس گل. تمام بچه ها یکی یک با اسکاتلن. هیلی داریم شبیه همین یورو جلو میریم، یه بازیشون مساوی کردن همجوری یکی یک. چهار امتیاز سر جدول کرواسی چکو زد و تو رقابت های جوری باقی میمونه. آخرین بازی داریم، قبلش آقای گلا رو ببینیم. با چهار گل لواندوفسکی ریسن دو تا زده و پاس گلا هم که بلینگام فودن ریسن هر کدوم یه دونه. بریم بازی آخر جلوی چک داشته باشیم، همه آماده بریم. امیدوارم بچه‌ها یه حرکتی بزنن که ریسن بتونه دو تا گل بزنه تو این مسابقه، چون میخوام آقای گلش کنم. بریم جمهوری چک و انگلستان رو ببینیم به یاد پیتر چک دروازه‌بان اسبق. سوبر رو نگاه کن میگه اسبق. تو زندگیم اسبق اولین بار دارم استفاده میکنم. واکر فودن ریسن فرصت ریسن. نیمه اول سف سف، بازی کسل کننده، به شدت کسل کننده. میفرستن ساکا، ساکا تو میزنه ریسن، این زور به ریس. این ما با مساوی هم صعود میکنیم خب، ولی این منطقش قشنگ نیستش که تیم ملی انگلستان نتونه دوتا بازیشو حداقل تو گروهش ببره. فرصت بده پایینو بزن ساکا، بلینگام گل. مرسی دروازه‌بان، مرسی دروازه‌بان. بلینگام داشت میزد بیرون، دروازه‌بان کرد تو گل. خب با گل دقیقه 64 گل به خودی انگلیس داره میبره. خوده فرصت تو ریسه، آفساید نیست. دوتا این هم گل زیبایی که تقدیم میکنیم به شما بچه ها. این گل خوشحالی، همیشه من این خوشحالی گل رو میکنم تقدیم میکنم به شما و تموم میشه. فودن خوشحاله چون تیمشون صعود کرده با 7 امتیاز. اصلا چک تیم خوبی نبود و ما اونقدر خوب نبودیم که نتونستیم زودتر گل بزنیم. 7 امتیاز صدر جدول و اسکاتلند زد کرواسی و مثل امسال کرواسی نتونست بره بالا. واقعا یا ابوالفضل قهرمان، اینجا نگاه 666 قهرمان امسال نتونست بره مرحله بعد. پرتغال آلمان، فرانسه هم نتونست بره بالا. سوئیس، ایتالیا، بلژیک، دانمارک. اون تیم اولیه برای چی رفته؟ من هلند نرفته. مسابقات خیلی عجیبیه. موقعی که رئیسن داره تو تیم ملی انگلیس بازی میکنه قطعا اینقدر عجیب داریم. او تیمای انگلیس اومد بالا به عنوان تیم برتر سوم. و جالبی ماجرا اینجاست که بچه ها الان فینال امسال ما از الان داریم، یعنی این بازی داریم. بریم ببینیم که رئیسن این بار میتونه از این چالش تیم ملی انگلستان رو ببره بیرون. یومال خطرناک رو داریم. نیکو ویلیامزش کو؟ نیکو ویلیامز رو نمیبینم اونور. خوسلو رو دارن. بریم با هم دیگه جدال یامال جوانی که در سمت راست میبینید و رئیسن جوان رو ببینیم. خب بریم که داشته باشیم. اونای سیمون امروز باید جمع کنه بساتش رو جلوی رئیسن. فرصت آفساید رئیسن. لهستون فکر کنم صعود کرد، پس عملا
لمودوفسی اومد بالا و گل خواهد زد. وای وای چقدر تیم ملی اسپانیا صاحب توپه. بچه ها اموقع توپو به ما ندادن، اموقع توپو به ما نداد. خواهد تو سرت کنن ما گله خوسلو. این واقعا تیم اسپانیا اینقدر قویه که دیگه باید خداحافظی بکنه انگلستان. بودن بودن اسم جواب خوسلو رو میده. شماره 9 انگلستان. یارم بیاد دارم بیاد به به. پاس به پایین ریسن کنترل ساکا بزن بیلی گوب اول زد. چه کامبکی میزن انگلستان. بلینگام خون سفید در رگ‌های این بازیکن میجوشه. اینجوری میجوشه. کامبک میخوره اسپانیا. من خودم اسپانیا رو بیشتر دوست دارم بچه‌ها، اینو بگم. دریبل میزنه پاس رو به جلو واکر ریسل بلینگام و برگشت مفخوری میزنه تو گل. چه کاری دارن میکنن با اسپانیا. بلینگام ستاره بوده ولی رئیسه به نظرم بهتر بوده. حالا باید ببینیم آخر بازی کی امتیاز بیشتر میگیره. 3-1 اسپانیا فکرشو نمیکرد گل بزنه اینجوری میکنه با تیم انگلیس. قطعا گل نمیزد اگه میدونست. پاس بودن ریسن یا ابوالفضل. ریسن 4 گله میخواد گل بعدیشو بزنه. نیمه اول فیل فودن روبه جلو پاس عالی برای ریسن. وای 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 پنج گله میشه این بازیکن. دو گل زد، دو گل ریسن، دو گل بیلینگام. اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. ما به زور داشتیم با اسکاتلند مساوی کردیم بچه‌ها، بعد تیم ملی اسپانیا اینجوری شد. بیلینگام این ضربه بیلینگ داره با ریسن کلکل گذاشته حاجی. فودن رو دروازه ریسن. وای چه فشاری داریم میاریم. با تو باشی اول بازی به ما حمله نکنی. تموم میشه و این انگلستانه که به مرحله بعد میره. خب بچه اومدیم بالا خوردیم ایتالیا. دو تا فینالی که تو دو تا سال گذشته دو تا دوره قبلی انجام داده انگلستان رو داریم بازی میکنیم دوباره. و اینورم ویلز بلژیکو زده. ای پرتغال هم اومده بالا. عمرم اون کیه من نمیدونم اسمش چیه. مقدونیه است دیگه. مقدونیه و مقدونیه شمالیه. فنلاند رو زده که فنلاند زیاد قوی نبود. سوئد اسکاتلند رو زد. هلند سوئیس رو زد. آلمان هم دانمارک رو زد. الان با کیم؟ با ایتالیا بودیم دیگه. خب بریم جلوی ایتالیا سری بازی کنیم. ساکا امروز آماده نیست ولی ما میریم سراغ مسابقه. بریم در مقابل دومینیکا براردی. خوش اومدید به این مسابقه عزیزان. انگلیس ایتالیا. این فوتبال از کلاس جهانی برخورداره بچه‌ها. و لطفاً تا آخر مسابقه بشینید پای گیرنده‌های خودتون. خب جردن پیکفورد میره اون سمت بیسه. دومینیکو و جردن پیکفورد نجات میده انگلستانو. اول مسابقه رو اینا خوب شروع میکنن. یا ابوالفضل ایتالیا خیلی خوب داره مدیریت میکنه این موضوع رو. جردن پیکفورد سری اوهوهوهوهو فرصت روبه جلو ریسن جان دوناراما بودن ریسن پاس پایین کنترل سکر ریسن و تیول دروازه. شیش گله میشه. کاملا هری کین رو یه کاری کرده فراموش بشه در تیم ملی انگلستان. جردن پیکفورد رفته اون و دومینیکو این ضربه. مرسی پسر مرسی. نیمه اول یکیش با تک گل ریسن. فرصت ریسن این ضربه عالی به بیرون نیکولا بارلا این ضربه. مرسی آقای جردن پیکفورد. فرصت رو به جلو فرار میکنه فیل فودن و گل بعدی واتکینز میاد گل میزنه و تموم میکنن کریر ایتالیا رو. بوی قهرمانی میاد اگه در فینال تلسم نشده باشه انگلیس. تمام میشه و انگلیس با گل های واتکینز و ریسم مرحله بعد. ایتالیا خیلی خوب بازی کرد.
خب پرتغال زده، اوه مقدونی داره همه رو میبره، و اونورم آلمان هلند رو زده. میریم با پرتغال بازی کنیم بچه‌ها، ببریمش میریم فینال. خب بریم در مقابل یاران رونالدو بازی بکنیم بچه‌ها، لتس گو. بدون هیچ معطلی، به خدا اگه مقدونی بیاد فینال من بازی نمیکنم فینالو، گفته باشم. یعنی آلمان مثلا بیاد مقدونی به بازی، اسمش هم مثلا بار سومه دارم میشتم مقدونی رو اینجوری، فقط دیدم مثلا تو گوگل دیدم مقدونی. پرتغال انگلیس، بریم که ببینیم ریسن بالاخره میتونه یه حرکتای بزنه. بیلینگام خوب دور نمیکنه، بابا بزنید بره رونالدو، این ضربه دروازه بند پیکفورد. نیمه اول 0-0. ریسن چه گولی میزنه و انگلیس با این گل داره میبره مرحله بعد. 6 گله شد یا 7 گله؟ فکر کنم 7 گله است. ریسن جم کن هری کین. حالا بنده خدا همش مشکل هری کین نیستا بچه ها، انگلیس سالهای سال دارم میگم قهرمان نمیشه، رکورد قهرمان نشدن الان دستشه. فرصت، این فرصتی که میزنن بازیکنان پرتغال، نلسون سمدو، برناردو سیلوا، این زاری بوی مندز، نونو مندز، هالت رو به جلو، ساکا ریسل، وای خود ریسل میتونه یه سوپر گل بزنه. ریسن یه ضربه، وای تیرک، فرصتی که وای تمومه و انگلستان دوباره به فینال میره. اینجاست که استرس درست میکنه واسه ریسن و تیم انگلستان، چون اونا همیشه اومدن تا فینالو. مخدونی اومد فینال. حالا من یه زری زدم گفتم بازی نمیکنم، بریم فینال. بابا این چه تیمی اومده فینال آخه من نمیفهمم. آقای گل تا الان 7 گل ریسنه و هیچ کم بهش دیگه نمیرسه و بیلینگام هم 3 تا زده. پاس گل هم فیل فودن 5 تا پاس گل به تیم پاسور. آجی چه تیم منسجمی دارن ولی واقعا. اوورالاشون اینا همه توی فاز بعد همشون دفاعشون هم 5 دفاع است. بریم فینال یورو. بریم ببینیم که انگلستان دوباره این فینال از دست میده ولی این بار ریسن رو داره بچه‌ها. ریسن که آقای گل شده تموم شده رفته. ریسن کار خوش کرده. حالا این تیم ملی انگلستانه که باید خودشو نشون بده. پالز واکر. فرسا. ریسن یه ضربه به گل. ریسن تو فینال گل میزنه. دقیقه 13. نیکولو. کورنر. رو دروازه. میفرست. یا ابوالفضل. رو دروازه میفرستن. توپ دور میشه، علی اوفسکیف آجی این چه بازیکنیه، بازیکن خوبی ها، اینو یادم باشه تو کریر رو بخرمش بچه ها. چه ضربه ای زد، اصلا چجوری رفت تو گل. بریم ادامه بدیم، انگلیس خیلی عجیب گل میخوره. حالا میفهم این تیمه برای چی اومده فینال، خیلی تیم منسجمی هن. بلینگام این ضربه ریسن دروازه بند استول. نیمه اول 1-1. بده پایینو ریسن، فودن، ساکا یا ابوالفضل زدنش، جود بیلینگام. فرصت، خطا، این بار دیگه ریسن کاشته میزنه. ریسن کورنر، زیاد بعد یه ذره بعد بیشتر پر میکرده. رو دروازه تریپیر وای برمیگرده. واکر خطا، پاس پایین، فرصت هست، رو دروازه یا ابوالفضل، وای یا ابوالفضل رو به جلو، وای وای باورم نمیشه حاجی، دقیقه رو نگاه کنید، ای وای انگلیس سک تو روحت مقدونیه. واقعا دست کم گرفته بودم بچه. آقای گل که با 8 گل ریسن شد، حاجی خیلی عجیبه. دمتون گرم بچه که تماشا کردید، این بود سرنوشت انگلستان. مثل که انگلستان تلسمه ولی خب ریسن تونست تو این تیم ملی حداقل جای هری کین رو بهتر پر بکنه و بتونه آقای گل تیم ملی انگلیس بشه و نایب قهرمان بشه دوباره انگلیس و همسی که کلا تلس شده تو فینال. دمتون گرم، لایک سابسکرایب بکوبید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.